این 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 نباید تو محرکات تاثیرت همین پرسش‌ها بعد مسئولان دانشگاه پاسخ می‌دادن که متأسفانه با تماس‌های پیامی که با بله. مسئولین ارشد دانشگاه ایراد داشتم حاضر نشدن به این مزیت. ما در این مورد خبر داریم. حاضر شدن. میشه که از نماینده مردم پرسان کنیم این مسئله شما. اولی که من فکر میکنم بحث کردن با جناب ظریفی با کسان امثال آقای ظریفی که بعد از اینقدر بعد از تقریبا یک ساعت استدلال منطقی تاریخی فرهنگی کردن هنوز حاضر نیه که یه آدم یک کلمه به زبان بیاره بیفایده یه برادر شما وکیل مردم بودی شما تحمل یک کلمه نداری شما چطور وکالت کردی شما تحمل یک کلمه نداری که به زبان بیاریم شما چطور از همدیگر پذیری صحبت میکنیم جناب ظریفی صاحب من حرفا شما رو کاملا گوش کردم میگن بر چی اساس همین تابلو بالا شده تابلویی که دم دروازه دانشگاه یا پوهنتون نصب شده بود بر اساس فیصله شورای علمی دانشگاه نصب شده بود بالاترین مرجع دانشگاه نشستن جلسه گرفتن تصمیم گرفتن که یک لوحه با رعایت دو زبان ملی و یک زبان و زبان بین المللی اونجا بالا شه این کسی نبوده که چهار تا جوان احساساتی اکثر میگه جوان احساساتی فعلا احساساتی شما این که حتی یک کلمه رو نمیپذیرین این من نمیفهم چطور هم دیگر پذیریه و خواهش از شما دارم که مردم رو احمق فرض نکنین مردم رو بی دانش فرض نکنین مردم درک میکنن کی بوده که به او بگه دانشگاه نفهمه و باز جناب استاد شریعتن خداوند در قرآن گفته که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا یکسانن کسانی که میدانن با کسانی که نمیدانن شمایی که اهل دانشین شمایی که دانش آموخته هستین شما خب باید بگین من اعلان میکنم باز هم میگم همون حرف قبلی خود تکرار میکنم که من هم دانشگاه میگم هم پوهنتون درود بر دانشگاه درود پوهنتون اما اینا چندین بار اینا گفتن که بیگانه من برای شما یک چیز به شما بگم بازم تکرار میکنم که زبان پدیده‌ای هست در حال تحول در حال تغییر بر روی اصل مطلب باید یک زمانی میگفتن گفتندی خواندندی بیامدندی حالا ما هم تو میگیم خب نمیگیم زبان تغییر پیدا میکنه ببینید اگر بحث بیگانه یه اونقدر که واژگان عربی در زبان فارسی در زبان پشتو هست آیا در زبان دیگری هست؟ چرا در مقابل اونها هیچ کنز واکنش نشون داده نمیشه؟ زبان انگلیسی همین حال همین دولت مداران ما همین دولت مردان ما انمی متعصبینی که در مقابل انمی کلمهی به نام دانشگاه در مقابل کلمهی به نام دانشگاه و دانشکده ایستادگی میکنن بارها در محاورات خوب میگن پرابلم، پروگرام، پلان، نیمفام پروژه ستلات، پروژه، مدیا در حالی که اینا همه بیگانه هست اینا همه بیگانه و معادل اینا هم در زبان فارسی وجود داره هم در زبان دری یک زمان همین آقای خرم وزیر اطلاعات فرهنگ شده بود در حالی که تخلص خودی و فارسی بود چسبیده بود یک خبرنگار بیچاره در بلخ به خاطر ای که دانشگاه گفته بود از تلویزیون ملی رو اخراج کرد آیا تو متعصبی عمو که هم یک واژه گفته تو تحمل شنیدن یک واژه نداری به همین هرات ما و شما نگارستانی که در تاریخ ادبیات ما و شما ثبت سنگی شده نگارستان بیان پاک کردن نوشتن گالوری برادر همین گالوری خی انگلیسی ها خودتو خدا ببینه تو همین نگارستان فارسی یا دری تو قبول نداری تو هم گالوری میاری آیا کی هم دیگر پذیری رعایت نمیکنه همین حاله بس بیگانه کلمه انگلیسی مطرح کنه چند تا کلمه هندی هم شما مطرح میکنه اردو سرک یک کلمه هندیه استفاده برگرفته از سرکا حال خیابانی که در اشعار بزرگان ما چند صد سال پیش آمده نی باید خیابان فارسی را اگه بگی میگم ایرانیه یک زمان به همه جگان داخل شهر هرات خیابان هرات نامگذاری کرده بودن قلقلو یک گده بلند شدی که نام ایرانیه برادر خیابان فارسیه جاده عربیه سرک هندیه میله ما همالی تفریح عربی اگه بگین گلگشت میگم این خور بدر میاره در حالی که میله کرمی هندیه چرا در مقابل از این موزی گیری نمیشه چرا در مقابل پوت یعنی پنهان که هندیه چرا در مقابل چوب که هندیه چرا در مقابل مرچ که هندیه که فلفلی دریه کیله که موزی رو ما در فارسی دری داریم گادی که ما گاری رو داریم بسیار از واژگان هندی دیگر چرا موزی گیری نمیشه
آیا تمام بیگان اعلان جهاد ما علیه بیگانگی فقط به دانشگاه محدود مونده؟ فقط به دانشکده محدود مونده؟ چرا ما علیه زبان‌های دیگه اعلان بیگانگی نمی‌کنیم؟ ما همین حالی از کلمات فرانسوی استفاده می‌کنیم. کابینه فرانسویه، پارلمان فرانسویه، ارگان، آژانس، لیسانس، اینا هم فرانسویه، پتلون، قماندان، اینا هم فرانسویه. چرا در مقابل از اینا کسی اعتراض نمی‌کنه؟ بنابراین ببینیم ما اگر بحث بیگانگی مطرح می‌کنیم، از فارسی که زبان رسمی کشور بسیار زبان‌های دیگری وجود داره که واژه‌های بیگانه در همین زبان متاسفانه در همین زبان وجود داره و هیچ کس به اونا حساسیت نشون نمیده، اما به خاطر که دو تا کلمه سیاسی کردن، من خطاب به همه جوانا میگم خواهشان بریم کم مطالعه کنین، خواهشان بریم کم مطالعه کنیم ارزش‌های فرنگی خودمون مفت و جفت به همه ایرانی که به والله قسم از او بد میبرم، البته منظورم نظام ایرانی های همین نظام حکومت ایرانه که یک نظام دیکتاتوری که همین سرزمین قبضه کردن و مردم قبضه کرده، خواهشان مفت و جفت ندین. ما از خود سرزمینیم، هرات مهد خراسان، ما از خود هویتی داریم، تاریخی داریم، این ارزش‌های فرنگی در میان مصطفی پرسون ایرکوتا جواب بدین و همچنان در مورد صحبت‌های آقای سلیم همچنان آقای پدرام میشه بسیار کوتاه ارائه بکنیم چون وقت تمامه. آقای پدرام یک تاریخ بسیار بلند و بالایی به اشاره کردن، بله. از ناصر خسرو بلخی قبادیانی آغاز الا تا حافظ شیرازی و مولانا و الا شاعران و نویسندگان معاصر چون قهار عاصی و آقای زریاب که نمیخوام اضافه بکنم به او. هنوز هم شما به این تاکید دارین که دانشگاه و از این دست کلمات ایرانی است و خارجی؟ ببینیم آقای پدرام گفت که واژه‌ای که گفتن که اینا هندی هم عربی هم، آیا من میگم که همین واژه‌ها امروز تغییر کرده یا از زبان‌ها به دری آماده یا از دری به زبان‌های هندی یا فلان و فلان یا فرانسوی رفته یا زو آماده یا در طول تاریخ این تعاملات به وجود آمده، یعنی این زبان ها با هم شریک شده یا این زبانات از هم دیگر تلخید کرده یا چیزی گرفته یا به خاطر که امیر دمو زمان میتونستن که شاید که مثل امروز یک کشورهایی که امروز در مناطق آسیای میانه هستند، یک کشورهای مستقل یا کشورهایی که به نام افغانستان و ایران و پاکستان و هند و فلان و فلان باشه نبوده، حتما یک قاره بوده یا یک امپراتوری بوده، زبانهای رسمی خود نداشتن. بله، من افتخار میکنم به کسانی که مولانا صاحب و بزرگای دیگی که دانشمندای دیگی که پدرام صاحب یاد کردن. واقعا اگر ما بخوایم که این دانشمندا رو از خود بسازیم، از کشور افغانستان بسازیم و واژهای دری و فارسی رو به زیاد خوب صحیح محول بکنیم و اینا رو بخوانیم که گلگوی بزرگی در منطقه ما بشیم، ما باید که کارهایی که اونا انجام داده، کارهایی که بزرگا و دانشمندا انجام داده، باید اون کارها رو ما انجام بدیم و اون کارهای زوا و اون زحمات که اونا در راستا کشیدن. من سوال می بود آقای ظریفی، کوتاه امیدوارم جواب بدین. با تمام مسائلی که آقای سلیم هم اشاره کردن به عنوان استاد در دانشگاه و همچنان آقای پدرام به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی و تاریخی که هر دو نفر از زبان ارائه کردم، هنوزم تاکید دارین که این زبان مال ما نیست، زبان مال ایرانی هاست؟ بله، ببین جناب استاد موضوعات شعری بسیار خوبی گفتن. واقعا که کسی اگر زبان پرستی، قوم پرستی میکنه، واقعا که او از دین خارج میشود و کسانی که موضوعات دامن میزنن و کسانی که میخوایند که آلی اگر ما بخوایم که آیا وقتی که بلال، حضرت بلال وقتی که میرد به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیدا میکنه، میرد صحابی از او میشه، آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که تو یک عبشی یک سیاپوستی بودی؟ شما حاضرن آقای ظریفی که بگین دانشگاه و بپذیرین که تابلوی ریاست دانشگاه هرات به سه زبان نوشته شود؟ امروز چرا اشخاص فهمیدی ما همچود پدرام صدقه میگن؟ آقای پدرام میگه به سه زبان بعد نوشته شود، شما میکنین موضوع دارین؟ سه زبان به کجا نوشته شود؟ ببین نوشته شود در هرات پنتون، نوشته شود دانشگاه هرات، نوشته شود هرات یونیورسیتی. شما حاضرین چنین چیزی بپذیرین؟ ما چیزی که بر اساس یک فیصله علمی و دانشی دانشمندی
و بر اساس اطلاعات آقای قوانین افغانستان، بر اساس قوانین شورای علمی دانشگاه بالا، از آدرس نهادهای رسمی، از آدرس نهادهای رسمی اجازه بدین سوال خود بپرسم. شما ما بشه ما قبول داریم. شورای علمی دانشگاه هرات، شورای علمی پوهنتون هرات به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در یک نهاد آکادمیک، چون پوهنتون هرات تصمیم گرفته که بعد بر اساس زبان نوشته شود، قبول دارین؟ تصمیم ببین، تصمیم اینا زو بجاست، ولی اگر تصمیم گرفته باشند که بیا که در از روز اول از تاریخی که وجود در هرات نشته بود، پوهنتون هرات یا در هرات پوهنتون، و گفته که بعد او را ما دور بکنیم، او را بیاریم در یک تفر، در یک تفر بر اساس اطلاعات آقای پدران، و باید ما در اون لوحه بالا نشته بکنیم که دانشگاه ولایت هرات. من سوال خود تکرار میکنم. بله، بر اساس اطلاعات آقای پدران به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی، بسیار، شورای علمی پوهنتون و یا دانشگاه هرات تصمیم گرفته که لوحه سردر دانشگاه هرات به سه زبان، فارسی، دری، پشتو و انگلیسی نوشته کنند و این باید نصب شود. چون تصمیم میگرفتن این تصمیم بر شما میپذیرید؟ نظام ما نظام فدرالی نیست، فعلا ما نظامی داریم که قانون اساسی داریم. ممنون شما، سخت پاس آقای پدران، بسیار کوتاه مهربانی کنیم، بسیار کوتاه. من پیش از همه چیز خطاب به همه بزرگوارانی که مر همین لحظه میبینه، من خطاب به همه میگم، من برادر نه پشتونم، نه تاجیکم، نه ازبکم، نه هزارایم، نه ترکمنم. من برای شما میگم من یک هراتی فارسی زبانم، مسلمانم، من یک هراتی فارسی زبانم، یاد شما باشه، و این هویت خود خور مقدم بر تمام هویت های دیگه میدانم و هیچگاه تعصب نداشتم، نخواهم داشت. درود بر نام دانشگاه، درود بر نام پوهنتون. اولین متعصب، اولین کسی که تعصب کرد جناب استاد سلیم هستن، ابلیس بود، شیطان بود. وقتی خداوند بود دستور داد، خدای که او خلق کرده بود، ابلیس یک از مقربین درگاه پروردگار بود، خداوند به او گفت که ملائکه دستور داد که سجده کنیم، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، استکبار کرد و از کافران گشت. خدای به او گفت سجده کن، چرا سجده نمی کنی؟ چکار کرد؟ تعصبی گل کرد، گفت که انا خیرم منه، من از او بیترم، خلقتنی من نار و خلقتو من طین، مر تو از آتش جور کردی، او از خاک جور کردی، من از او بیترم. حس خود بزرگ بینی، حس خود برتر بینی بود دست داد و همو بود که از درگاه خداوند رانده شد و شد شیطانی که لعین تا یوم القیامه. بنابراین نباید ما خدای ناکرده، خدای ناکرده زهرو کسی مثل ابلیس بشیم، مثل شیطان بشیم، تعصب نداشته باشیم. ما در افغانستان زندگی میکنه، افغانستان متشکل از اقوام مختلفه، افغانستان متشکل از زبانهای مختلفه، بیایم احترام گذاشتن رعایت بکنیم، بیایم همدیگر پذیری یاد بگیریم، بیایم یاد بگیریم که مثل رنگین کمان مقبول باشیم، رستاشون به کلی همدیگر نزنیم. و خطاب به هراتیا میگم، هراتیان عزیز، جوانان عزیز، از هر دو طرف، هم دانشگاهی ها و هم پوهنتونی ها، روی شما خدا ببینه، خودی خور بیگانه پرست نباشیم، قدر فرهنگ های خود خور بفهمین، قدر زبان های خود بفهمین. من تعجب میکنم از امثال آقای ظریفی که یک و نیم ساعت ما این شما کلکل میکنه، همین آدم یک بار حاضر نشده که دانشگاه بگه، آخر آدم از هم دیگر پذیری میزنه. من با یک بزرگواری صحبت میکردم، دکتره، گفتم دکتر سه به همین زبان مادری تو هست یا نه؟ میگه زبان مادری منه. قبول دارم که زبان مادری منه. گفتم به همین زبان تو کلون شدی، به همین زبان تو گپ زدن یاد گرفتی، به همین زبان به مکتب رفتی، به همین زبان تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دادی، به همین زبان دکتر شدی، آیا نمیگی دانشگاه؟ گفت به خدا قسم آقای پدرام، به دال دانشگاه $1,000,000 بدی، به الف $1,000,000 بدی، به نون $1,000,000 بدی، نمیفهم چی و $1,000,000 بدی، من دانشگاه نمیگم. آیا من تعصب دارم یا تو تعصب داری؟ این چی عیبی داره؟ بنابراین من میگم که موضوع بحث پارلمانی و بحث فدرالی نیه برادر، موضوع هرات، دانشگاه هرات، همین لحظه در کندهار و ننگرهار نوشته ده کندهار پوهنتون، ده ننگرهار پوهنتون، دانشگاه ننوشتن و یونیورسیتی هم نوشته کردن. همین لحظه در غور و تخار نوشتن دانشگاه غور، دانشگاه تخار، دانشگاه بلخ، دانش او خردوتا داره. پس بنابراین من هراتی، من چه کار میکنم؟
نمیگم فقط نوشته کنیم دانشگاه، همون کسانی که تعصبات همون کسانم تعصبات قومی و زبانی داشته که چیزا را کرده، بلکه از هر دو کسی دانشگاه بگه تعصب قومی داره. آقای اگر اگر کسی که به صد بار که دانشگاه میگه یک بار پانتون میگه بفهم که خودش تعصب نداره. تعصب نه چرا دانشگاه نمیگین؟ ببین علی شما صد تا دانشگاه میگیم، دانشگاه 100 دانشگاه میگیم، شما نگفتید پانتون، نمیگی پانتون. با خدا اگر آقای بدران پانتون میگی پشتو این پانتون وایم. اگر ما اگر یعنی تو در شورای ولایتی سفردا برو، اگر به یک ما تو پانتون به شورای ولایتی گفتی ز اوس فارسی وایم اورا، ز اوس فارسی وایم، ز هر کله چی پشتو وایم پانتون وایم. نه ولی په فارسی هم بگو. چرا ما به وقتی که ما زبان پشتو بله 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 دانشگاه ببین وای دانشگاه وگر پارسی بگو، پارسی بگو، پشتو نگو، پارسی بگو پانتون. نه نه پدرام سید پارسی بگو که پانتون ولایت هرات زوایم پارسی بگو، پارسی وایم، پارسی بگو، تام وای، پارسی وای، پارسی بگو، هر صبح چی نوای، هر صبح چی نوای، وای من گپ خور کامل کنم. بنابراین شورای ولایتی هم این باید اضافه کنم، شورای ولایتی هم در همین مورد تصمیم گرفت، تشکیل جلسه داد به اتفاق آرا، نه اکثریت، به اتفاق آرا نمایندگان مردم فیصله کردن که تابلوی ورودی دانشگاه هرات به 3 زبان، ده هرات پوهنتون، دانشگاه هرات، هرات یونیورسیتی، همانطوری که شورای علمی فیصله کرده بود که نوشته شه دانشگاه هرات، ده هرات پوهنتون، هرات یونیورسیتی نوشته شه. نمایندگان مردم حساسیت موضوع درک میکنن و به هر دو زبان احترام میگذارن. من تاکید میکنم باز هم درود بر دانشگاه، درود بر شما و در پایان یک چیز اضافه کنم بسیار کوتاه، خطاب به ظریفی صاحب میگم. فردوسی نزدیک به 1000 سال پیش میگه پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارش نیابد گزند، بسی رنج بردم در این ثالثی عجم زنده کردم بدین پارسی. بسیار ممنون شما آقای، ما و شما باید در مقابل این زبان عبدالرحمن پدرام، سپاس از شما، سپاس از آقای عبدالرحمن سلیم استاد در دانشگاه و تو محمد ظریفی نماینده پیشین مردم در شورای ولایتی و همچنان فعال سیاسی فعلا. سپاس از شما بینندگان عزیز که این برنامه تا پایان دنبال کردید. تا دوری دیگر بدرود، آغاز شما خوش.